همزمان با نزدیک شدن روز اعلام حکم دادگاه نادیا سافچنکو خلبان اوکراینی زندانی در روسیه صدها نفر از معترضان با تجمع در مقابل سفارت روسیه این اقدام مسکو را محکوم کردند و خواستار آزادی این عضو ارتش اوکراین شدند نادیا سافچنکو در اعتراض به زندانی بودن خود از روز پنج شنبه دست به اعتصاب غذای خشک و تر زده است. همزمان تجمع دیگری یعنی نیز در میدان در شهر کیف برگزار شد. یکی از این معترضان میگوید نادیا سافچنکو اوکراینیست است و همانند اوکراین تزلزل ناپذیر است او میگوید یا مرگ یا آزادی خواهر این خلبان اوکراینی نیز میگوید سیاستمداران اروپایی و آمریکایی باید زبان مشترکی با ولادیمیر پوتین پیدا کنند نمیدانم این زبان مشترک باید اقتصادی و سیاسی باشد یا اینکه فقط کلمات نرم و مهربانانه ادا شود در هر حال غرب باید یک کاری بکند موسکو این خلبان اوکراینی را که در جویی 2014 دستگیر شده است عامل کشته شدن دو خبرنگار روس حاضر در شرق اوکراین معرفی می کند. در مقابل نادیا سافچنکو نیز نیروهای جدایی طلب شرق اوکراین را متهم می کند که او را رو بوده و در اختیار روسیه قرار دادهاند